تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه چند دقیقه ما یه صحبتی داره. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 29 رسیدیم، سوره ملکیم، الان آیه 12 و 13 هستیم. آیه 12 رو بشنوید. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. کسانی که یخشون ربهم بالغیب، یعنی از پروردگارشون در نهان میترسن، نه که روبرو مردم. هیچ کس هم نباشه کلاهبرداری نمیکنه، هیچ بازرس نباشه فیلمبرداری نباشه. اینو میگن تقوای درونی، یعنی خودش در محضر خدا میدونه، نه که حالشون فهمیدن. پلیس هم نباشه ده به چهار راه چراغ قرمز بشه وامیسته، نه ترس جریمه، نه چون نگاه پلیسه، نه چون ثبت نام میکنن دوربین مخفی یا پلیس حضوری، نه از تو معتقده. آخه بعضی آدم ها چا خودشون آب داره، بعضی ها چا خشکن، از بیرون آب بریزن. یخشان رب ربهم بالغیب یعنی خودش معتقده به خداست، در نهان خدا رو باور کرده، گناه نمی کنه. کسانی که خشیت الهی دارن، خشیت الهی دارن، خشیت یعنی از عظمت خوف دارند. خوف و خشیت فرق میکنه، از راه عظمت خدا رو بر خدا حریم قائله. اونها لهم مغفرت و اجر کرم، چون آیات قبل تهدید بود، جهنم بود و شکنجه بود و لعنت بود و آتش بود و اینها، اینجا در کنار تهدید تشویق هم باید بشه. قرآن آیات تهدید و تشویقش کنار همه، چون انسان باید بین خوف و رجا باشه. کسانی که از پروردگارشون در نهان میترسن، لهم مغفرت، اونها بخشیده میشن و اجر کبیر، تا بخشیده نشن اجر کبیر نمیگیرن. قرآن هم راجع به اجر تعبیرات زیادی داره، اجر عظیم، اجر کریم، اجر کبیر. خب یخشون ربهم یعنی تقوا درونیه، وگرنه اگر تقوا ظاهری باشه یه تظاهری بیش نیست، از معتقد نیست، حالا فعلا حالا تظاهر به تقوا میکنه، تقوای باطنی داشته باشن. یخشون ربهم فعل مضارع مال استمرار، یعنی همیشه کار بکنن، نه که حالا مثلا چون روز 21 ما رمضان بذار ما رمضان حرف نزنیم، بعد ما رمضان هر چی میخواد بگه. نه، یخشون ربهم کسانی که حالا اومدیم کربلا، اومده مکه، بذار تو این مکان مقدس گناه نکنه. نه، یخشون ربهم یعنی همه مکانها، همه زمانها، برای همیشه از درون معتقد است. اینها اجر دارن و اجر بزرگ دارن و مغفرت، از مغفرت خدا بهره میگیرن. و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. اثر رو قول کن، یعنی حرفاتون و گفتارتون رو پنهان کنید، اوه چرو یا آشکار، چه یواشکی حرف بزنید چه آشکار. انه علیمون به ذات صدور، خدا به اون چه در سینه ها شما آگاهه، خداوند به اون چه در سینه شما میگذره، به فکر شما میگذره، تو قلب شما هست، خدا به قلبتون هم آگاهه. داد بزنید یا تنگ گوشی بگی مهم نیه، اتفاقا نیت شما رو میدونه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا نمیدونه کسی که آفرید و هو اللطيف الخبير، او لطیف است و خبیر. اما فرمود لطیفه نه یعنی کوچولو است و نازک، ما به چیزی کوچولو و نازک لطیفه. اما میفرماد لطیف، امام رضا فرمود لطیف معناش اینه که علم خدا در اشیاء نفوذ داره، درکش بر ما ممتنعه، یعنی ما نمیتونیم درک کنیم. علم خدا به هر ذره این نفوذ داره. لطیف معنیش اینه که علم خدا به هر چیزی احاطه داره، نفوذ داره، و او علم خدا رو ما نمیتونیم درک کنیم، یعنی لطیف معنیش اینه. بسیار خوب. الا یعلم من خلق،
هر کی خونه رو ساخته میدونه چی ساخته، هر کی ساعت ساخته میدونه چی ساخته، خدا ما رو ساخته، هستی رو ساخته. آیا کسی که ساخته الا یعلم نمیدونه چی ساخته؟ ساعت ساز میدونه چی ساخته، ماشین ساخت نمیدونه چی ساخته، و خالق نمیدونه چی ساخته. خدا همه چیز رو میدونه. بلند بگید، یواش بگید، اون چه از دل بگذرونه، بر فکر بگذرونه، خدا میدونه، برای که خدا آفریده. خب اگر ما باور کنیم که خدا همه چیز رو میدونه، دیگه نفاق نداریم، کلک نمیذاریم، کلاهبرداری نمی کنیم، نمیگیم فهمید یا نفهمید، خدا که میدونه. خدا یا به ما توفیق بده، یه ایمانی به ما بده، یقینی به ما بده که خودمون همیشه در محضر تو بدونیم، تو رو ناظر بر کار خودمون بدونیم. اگر گناه میکنیم فکر نکنیم، علامت مؤمن اینه که اگر بعد 20 سال یاد گناهش بیفته ناراحت بشه. حدیث داریم. علامت منافق اینه که گناه که میکنه انگار یه مگسی از کنار گوشش رد میشه، فراموش میکنه. بشینیم حساب کارا خودمون بکنیم. خدا میدونه، ما غافلیم. ولذا روز قیامت پرونده که باز میشه، فبصر کلیام حدید، چشم آهن میشیم. اوه، میگه این چه کتابیه؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ریز درشت رو ثبت کرده. مکتوب ما قدم و آثارهم، همه چیزا رو نوشتیم، آثارشون هم نوشتیم. و از صحف و نشرت پرونده باز میشه، و رسول الله لدیهم یکتبون، فرشته ها همه کارشون نوشتن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب، تکون میخوره لبت ثبت میشه، همه کلمات ما ثبت میشه، همه کارا ما ثبت میشه، پرونده ها حفظ میشه. روز قیامت پرونده ها از صحف و نشرت باز میشه، به خودم میگن بخون، به خودم میگن چه بت کنیم با این پرونده. خدا یک یقینی نسبت به مبدع و معاد به ما بده که اون یقین ما رو حفظ کنه، گذشته ما رو هم ببخش و بیامرز. تا پایان آیه 14 سوره ملک تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.